من براش کننده تک خوش به کانال خودتون من سعید جولا هستم اینم که کانال خودتون رو کانال تکنولوژی خیلی ها دنبال درآمد روزی یه دلارن حالا چی میگفتی اگه بهت میگفتم که میتونی همین یه دلار رو توی هر یک روز نه توی هر یه ساعت به دست بیاری ساعت یه دلار یعنی روزی 24 دلار البته چی میگفتی اگه بهت میگفتم که 3 دلار میتونی هر ساعت در بیاری نه اینا رو ولش کن 9 دلار هر ساعت میتونی در بیاری اینو چی میگی درآمد روزانه تقریبا 230 دلاری این کار با چی امکان پذیره با ماینر بله روات های کوچیکی که مثل کارمندت برات کار میکنن و ارز دیجیتال استخراج میکنن بازم شرکت بیتمین یه حرکت وحشتناک عجیب و غریب زد و کلا اصلا همه دهنشون وامونده و مدل جدیدی رو معرفی کرده که توان و قدرتش اصلا دیوانه کننده است و هیچ کسی انتظارش نداشت یه همچین جامپ محاسباتی ما داخل ماینرها انقدر سریع ببینیم قیمت ماینرش هم بالاست فکر نکنه ارزونه داره یه درآمد خارق العاده بد میده قرار نیست قیمتش ده 15 میلیون باشه نه آقا اینجوری نیست گرونه ولی تو این ویدیو تنها اینو پوشش نمیدیم یه سری ماینرها هم هستن که ارزون قیمتن اونا هم درآمدشون رو براتون بررسی میکنیم کلا اینا بچه همشون ماینرای کوین کسبان کسبا رو که قبلا توضیح دادیم یه پروژه تقریبا میشه گفت قدرتمندی که خیلی پا گرفته یعنی وحشتناک تو کوین مارکت کپ رتبهش اومده بالا و ملت دارن ازش به شدت تقدیر میکنن ولی همچنان قبل از شروع ویدیو بهت بگم ما نه پیشنهاد مالی تو این ویدیو بهت میدیم به حرفای ما هم اکتفا نمیکنی بعدش خودت هم میری تحقیق میکنی بعد تصمیم گیری میکنی مسئول مالت مثل همشه خودتی ما اینجاییم که راهو به نشون بدیم و از همه مهمتر محاسبات طبق قیمت امروز سختی شبکه امروز قیمت ماینر امروز بله حتی قیمت ماینر هم خیلی بالا پایین میشه محاسبه شده پس اینا رو تو روزی که داری ویدیو رو نگاه میکنی در نظر بگیر اگه بلد نیستی حتما حتما این استاگرامون با آدرس زیر پیام بده مشاوره با ما بگیر یادتون هم نره که کل آدرس ها رو ما همیشه تو کانال تلگراممون با آدرس زیر قرار میدیم دتک بجز اینستاگرام و تلگرامی که الان دیدید و این کانال یوتیوب هیچ جای دیگه ای فعالیت نداره هر کسی که با اسم ما به شما درخواست سرمایه گذاری یا هر چیزی داد 100 درصد کلاه برداره هیچ وقت مدیران دتک بهتون پیام نمیدن اینو هیچ وقت فراموش نکنید و سهلنگاری تو این موضوع باعث میشه که مالتو از دست بدی حواستو به مالت بده کلاتو صفر بچسب خب بریم شروع کنیم به ویدیو امروز یاد با ویدیو آل مثل با صاحب از ما حمایت کنید بریم بیا یه چیز دیگه راستی اومدم بهتون بگم بچا ببینین از اون دسته ویدیوهاییه که اگه تا انتها نمیخوای ببینی نگاش نکن چرا که توش کلی محاسبه ریز و درشت داره کلی قیمت داخلش هست جلو زدن باعث میشه اینا رو از دست بدی حتما اینو ثانیه به ثانیه ببین ویدیوهای ماینینگ کانال شوخی بردار نیستن ما تو این ویدیوها کاملا کاملا جدیم حواستو به خودت بده با دقت ببین من برای خودت میگم ما دلسوزیم خب دوستان بسم الله الرحمن الرحیم ویدیو امروز امروزمون هم شروع میکنیم خوش آمد میگم به برای که بار اول کانال رو دنبال میکنید دتک قوی و بزرگترین کانال ماینینگ ایرانه و حدود چهار ساله که داخل این حوزه فعالیت داریم و کلا چیزای اینجا میبینید که مطمئن باش جای دیگه پیدا نمیکنید حتی یه سریاشونو تو سطح دنیا هم پیدا نمیکنید و اما بحث ماینرای کسبا خیلی دنبال این مدلن که یه زیرو الان تو ایران هم موجوده قیمتش هم هولوش تقریبا 21 22 میلیون تومانه که البته دق... دقت کنید بچا اکثرشون نو نیستن نمیخوام گیجتون کنم ما چندین مدل ماینر کسبا داریم که از پارسال شروع کردن به تغییر دادن بازار هر سری یه ماینر جدید میومد اومد با یه توان جدید که آخرین ماینری که اومد و خفنتر همه بود ماینر کیس مکس بود مال اصلا یه شرکت دیگه بود مال بیت نبود که اومد و 10 ترا روی کوین کسبا با قیمت خوب ارائه کرد که شد رقیب اصلی کیس تری کیس تیری اون موقع قوی ترین ماینر کسبا بود اگه یادتون باشه قیمت لانچش هلوش هزار دلار بود که یه سیری و واقعا گرون قیمت بود البته درآمدش هم خارق العاده قبل اینکه بریم بتون بگم ماینر جدید چیه اسمش بذارید درآمد حال حاضر همینا رو با ویدیوی قبلمون براتون یه محاسبه ای کنم چرا از اون ویدیو فکر میکنم یه چهار ماهی گذشته باشه شش ماه گذشته ازش چقدر زود گذشت اصلا متوجه نشدیم چرا باید مقایسه کنیم خب خیلی مهمه چقدر درآمدا تغییر کرده تو این مدت ماینرای بزرگش روشن شدن با تراهش بالا سختی شبکش رفته بالا گفتیم سختی شبکه سری سختی شبکهشو ببینیم ببینید دقیقاً ویدیوش هم موجوده برید نگاه کنید بتون گفتیم که زمانی که ماینرهای جدید و پرقدرت بیان KS0 که ماینر ارزون قیمتش باشه رو قورت میدن ببینید خودت کس با زمانی که با گرافیک ماین میشد این سختی شبکه رو داشت اینجا ماینرها معرفی شدن ماینرهای اسیکش که دیگه از دست کارت گرافیکا در بیاد که یه دفعه تقریبا سه برابر شد سختی شبکش این خیلی زیاد بچه حالا نمینه تو نمودار کوچیکه خیلی گپ بزرگیه سه برابر رفت بالاتر از 6 ماه پیش تقریبا اینجا ماینرهای بزرگ شروع کردن به روشن شدن به جز کیستیری ده تراهشی و سختی شبکه رو باز نسبت به اینجا دو و نیم برابر سه برابر بردن بالاتر بعد از اون همه ماینرها روشن شدن و الان سختی شبکه خارقلاده 171 پتاهشی رو دارید نگاه میکنید که بی داخل این کوین و این بلایی که ماینرهای ده سر شبکه آوردن خب قیمت روز کسبار هم نگاه کنیم بچه قیمتش الان شده 16 سنت و بعد از زشی که کرد که این همه ماینر توش ریخت همه فروشنده بودن الان دوباره اوج گرفته که این بی ربط به معرفی این ماینر جدید نیست خب سریعا یه چک کنیم ببینیم درآمدا چه تغییری کرده خب یه بار دیگه تاکید میکنم هر چیزی که دارم بهتون میگم بچا امروز محاسبه شده این لحظه فردا همه چیز ممکنه تغییر کنه پس قبل اینکه هر تصمیم بگیری با ما مطمئن باش که مشورت کردی یا اینکه خودت برو چک کن درآمدا رو خب بچا اول از ماینری که زیرو شروع میکنیم ماینری که از همه ارزون قیمت همونی که داخل ایران هم موجود البته همه این ماینراش دیگه الان تو ایران موجود شدن و مهمترین نکته ای که داشت مصرف برق فوق پایینش بود 6 ماه پیش درآمدش چقدر بود بعد محاسبه مصرف برق ما کلا میخوایم امروز صحبت کنیم یه دلار 36 سنت بود الان بعد از گذشت 6 ماه رسیده به 98 سنت تقریبا یه دلار که خیلی خوب مونده علتش اینه که خب قیمت کوین با سختی شبکه تقریبا خودش رو وقف داده مدل بعدی کیس 1 کیس درآمدش قبلا 13 دلار 74 سنت بود الان شده 9 دلار و 83 سنت بد نیست خوب همچنان ks 2 درآمدش 27 دلار و 49 سنت بود الان شده تقریبا 19 و نیم دلار یه ذره داره اوضاع خیدتر میشه بالاتر که داریم میریم کیس 3 ال ماینر 5 ترا که یکی از شاخهای یک کسب درامدش درآمدش از 68 دلار بچا اینا روزانه استان روزی 68 دلار روزی 1 دلار درآمدش از 68 دلار الان رسیده به تقریبا 49 9 دلار همچنان خوب خودش رو میشه گفت نگه داشته کیستری 8 بی و بیخیالش میشی میریم سراغ کیستری اصلیه کیستری شرکت بیتمین که پرچم دار بود و 9 و 4 میداد یه جورایی اصلا خارق العاده است مصرف برقش هم عالیه نسبت به این تراشی که داره به شما میده درآمدش روزی اون موقع 134 دلار بود امروز تو لحظه ضبط این ویدیو بعد 6 ماه شده 98 دلار 52 سنت افت کرده تقریبا میشه گفت مثل بقیه همشون یه هلوهوش 16 درصد 17 درصد افت داشتن که به نظر من تو 6 ماه بد نیست اصلا حالا اینا رو دیدید بریم سراغ اصل کاری بریم سراغ گرگ جدید ببینید چی اومده شرکت بیتمین مین دو سه روز پیش توی توییترش اومد سری کیس 5 رو معرفی کرد با هش ریت وحشتناک 21 ترا که اصلا یه چیز دیگه است دو برابر کرده بچه پرفورمنس سری قبلیشو میدونید یعنی دو برابری جهشش بی‌نظیره. تازه با قیمت کمتر که تازه دو مدل معرفی کرد. یه مدل معمولی، یه مدل پرو. مدل معمولیش بچا 20 تراشه، مدل پروش 21 تراشه که یه جورایی میشه گفت اورکلاک شده یه اون یکی. البته بچه یه خیلی ها. میخواین بفهمید یه تراش یعنی چی؟ یعنی اینکه 10 تا کیس 0 روشن کنی. یعنی ده دونه از این ماینرا روشن کنی بله خب درآمداش چطوریه درآمدا رو الان بهتون میگم قشنگ محاسبه میکنیم با هم دیگه فروشش هم بچه از همین امروز داخل خود آمریکا شروع شده کمتر یه ما دیگه هم تو ایرانن احتمالا جالبم اینجاست که تو سایتش همه سولد اوت شدن یعنی برای فروش اصلا دیگه یونیتی نمونده خب نسخه عادیش 3000 وات مصرف داره 3000 وات 20 ترا درآمد نسخه عادیش هر ساعت 8 دلار و 82 سنت بعد از محاسبه مصرف برق بچه روزی 220 دلار میده هفته ای 1571 دلار درآمد داره توی یه ماه 6381 دلار در میاره یعنی پول خودشو اگه سختی شبکه تکون نخوره توی 4 ماه در میاره که سختی شبکه همیشه تکون میخوره این 4 5 ماه میره داخل احتمالا یه سال که بازم خیلی خوبه برای یه ماینر اگه قیمت کوینش نریزه واقعا درآمد درآمد عالیه نسخه پروش چه فرقی داره پروش میشه 21 تراهش عنوان ویدیومون با مصرف 3150 که واقعا بدون قلف کردن بهینه به ترین ماینری که تا امروز ساخته شده ساعتی 9 دلار 33 سنت میده روزی 231 دلار هر هفته 1650 دلار و ماهیانه 6835 دلار قیمت خود یونیتاشو بهتون نگفتم نسخه عادیش هولوش 30000 دلار قیمت خورده نسخه پروش 31000 و نیم دلار که با این احتساب شاید پروش اصلا به صرفه تر باشه خب نظر ما چیه در موردش دتک چی فکر میکنه؟ ببینید بچه ها اول اینکه کس با در حال حاضر رتبهش توی کوین مارکت کپ 28 تومه و معاملاتش واقعا واقعا تو سطح بالایی داره انجام میشه یه خورده ای که ما بهش میگیریم اینه که مثلا داخل بایننس هنوز لیست نشده بعد این همه مدت این همه است در کردن عرض 23 م بازار باشی و تو بایننس نباشی در مورد خود ماینراش هم بگم ماینراش درسته که یه کوین میزنن ولی جدیدا براشون یه کوین جدید دو اومده به اسم سدرا که یه ذره درآمد رو بعضی از ماینراش بهتر کرده مخصوصا که یه زیرو که میگن با فرین ورا انگار میشه اضافهش کرد ما چون نداریم نمیتونیم تستش کنیم پس ماینرش دیگه مثل قبل نیست که یه دونه کوین بیشتر نتونی بزنی نه علاوه بر کسبا سدرا هم میتونی بزنی البته دوتاش یه الگوریتم یعنی در اصل داری یه چیز میزنی ولی خب دو کوین با دو تا مارکت کاملا متفاوت سدرا هم بچا به زودی براتون پوشش میدیم سدرا هم کوینش کوین جالبیه یه چیز دیگه ای که داخل این ماینر خیلی افزاده کردیم بود که بچه ها مصرف برقش از کیستیری کمتره یعنی اون 3500 وات بود اینا 3000ش کردن پرفومنسش هم دو برابر کردن اینجا واقعا ما جا خوردیم خیلی کار کار بزرگیه از ریسکاش هم بخوایم بگیم خب ریسک اول اینه که قیمت کوینش بریزه ریسکی که داخل همه ارزهای ماین شدنی بازار موجوده بچا کسبا توی کانال دتک تو این قیمت معرفی شده برید ویدیوشو نگاه کنید این ویدیوی اول کسباست تاریخش هم بهتون بگم دقیقا 29 آگوست دو براتون ویدیو رو گذاشتیم این اولین ویدیو شه که آگوست میشه تقریبا برج 8 برج 8 20 22 اینجا روی این قیمت ما به شما معرفیش کردیم دیگه جامپش رو خودت نگاه کن من صحبتی نمی کنم. اینجا به شما ما پیشنهاد خرید کوینش رو ندادیم الانم که اینجاست بازم بهتون نمیدیم گفتیم دتک وظیفش معرفی و تحلیل تصمیم گیری با تو سرمایه سرمایه تو و جزء سیاست های کانال ماست که هیچ وقت پیشنهاد سرمایه گذاری داخله هیچ ارزی هیچ پروژه ای نمیدیم ندادیم و نخواهیم داد پس قطعا خودت قبلش تحقیق کن خب ریسکاشو داشتیم میگفتیم اینی که یه الگوریتم بیشتر ماین نمیکنه میشه گفت یه ریسک نسبت ماینرای دیگه که بعضی هاشون دو یا سه تا الگوریتم و پنج یا شش تا کوین رو میتونن ماین کنن البته خب درآمداشون نزدیک کسب هم نمیرسه ریزش کوینش هم که بهتون گفتم بالا رفتن سختی شبکه هم یه دردسر دیگه است این خیلی مهمه اینجا رو دقت کنید ببینید زمان لانچ سری جدید سختی شبکه طبق تحلیل ما از 171 جونشو داره که تا 400 تا 8 بره بالا اینجا دیگه که یه زیرو احتمالا پشم میشه البته 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 اگه به روند قیمتیش همچنان مثل انسان ادامه بده یعنی رشد کنه با بازار ببینید کسبا اینجا که ریزشگر بچه که یه زیرو درآمدش اومد تا آلوهش روزی 20 سنت 30 سنت پایین ها الان نبینه شده یه دلار درآمد به خاطر بالا رفتن قیمت کوین افزایش پیدا کرده و الا که یه زیرو بار اول اینجا له شد حالا بار بعدی که قرار له بشه زمانیه که سری جدیدش بیاد و علاوه بر که 0KCS KS2 شاید حتی KS3 له کنه با دو برابر قدرت داره میاد با قیمت کمتر ولی سرجم برای جامعه ماینینگ خبر خیلی خوبیه این رونق میده به بازار ماینینگ زودی هم یه ویدیو ماینینگ خیلی خیلی برجسته براتون داریم چشتون به کانال باشه خب رفقا لذت برده باشید واقعا خارق است ماینر جدید به لحاظ محاسباتی به لحاظ مصرف برق اصلا یه چیز عجیب غریبیه یادت نره که مسئول مالت مثل همیشه خودتی قطعا خودت هم کنیم کن این ویدیو هیچ وقت پیشنهاد سرمایه گذاری یا جنبه مالی نداره برای بالا بردن دانش ماینینگ مملکتمونه بله و یادت نره که مسئول مالت مثل همیشه قطعا خودتی و با چشم باز تصمیم بگیر خب دوستتون دارم تا ویدیوی بعدی نظر فراموش نشه خدافز